یه مکعب ساده، بعد نسبت طول و عرض این بیاد اینجا، یه مکعب ساده یه خورده کشیده. خیلی خوب، هیچ احتیاجی به این برجستگی ها فعلا نیست، این بر و این بر. بعد کاملا شبیه این مکعب کامله، فقط وقتی که سه بزنی نباید اینقدر نرم بشه. خب آره، نه اینجا ارتفاعش هم در نظر میگیری، تقریبا اینقدر ارتفاع داره. اوکی، میاریمش بالا، سعی کن همون وسط هم بسازیش. نه بعد این یه قطر، بعد میاریم من بیشتر آه خیلی جا نه این بر خیلی، بعد میایم تو این نه تقریبا این و تقریبا این، این ورتکس ها رو انتخاب میکنم، اینا رو اینقدر اسکیلشون میکنم که بیان تقریبا اینجا، این هم یه خورده اسکیل، یه خورده بیشتر اسکیل. اینا پد برای اینکه اگه سه زدیم از اینجا نرم بشه. خب یه خورده زیاده، بعد میایم خود این فیس ها رو انتخاب میکنیم، اگه تقسیماتشون مساوی باشه میایم توی اد دیویژن، نه توی این محور، توی این محور نه، یکی دوتا. خب کاری که اینجا میشه انجام شده اینه که اینها با فاصله مساوی هستن، در دو طرف درست در میاد. خب الان سه بزنیم، اوکی خوبه. بعد تو ارتفاع میایم اینجا، سلام خواهم هاش، بعد این نه حول این محور، حول این محور رای سه تقسیمات انجام میدیم، کامل نگره، در نتیجه میام یه بار دلیتی سوریش میکنم، دوباره میزنم، نه قاطی کرده. میایم همینجا با ابزار کات یه سری خودمون کات میکنیم، برسکس نه میارم تقریبا و نه رو میاریم پایین. سلام سلام. خب این چه این چیزی؟ چرا؟ فعلا نمیخوایم بریم درستش کنیم. یه چون این مکعبی. یه خود اینجا برجستگی داره. جای برجستگی داره. اینجا اینجوریه. خیلی کم. خب حالا میایم این لبه ها رو در میاریم، چون این قطعه کاملا از اکسترود شدن این قسمت به وجود میاد، نشه اینجا رو باید بیایم پخش کنیم قبلش. برای پخ کردنش به اینا رو ببال به این شکل خیلی کمتر، یه خورده باز کمتر، یه سپلیت هم میزنیم، یعنی یکی هم اضافه میکنیم از این. خب الان سه میزنیم این چطور شد؟ این تقریبا شد، اگه بگیم که یه خورده این هشت دهان بکنیمش یک دهان شاید هم بهتر بشه. اوکی پایین این اینو ایشون کار کرده خواستی بسید. خب میمونه این یه تیکه اینجا، اینا بعدا من میتونی اضافه بکنی این برشو، ولی این کاملا در راستای اینه، اگه بخوای کار بکنی باید یه تیکه کار کنی. حالا این دبرم ایجاد میکنی آره. خب بعد یه برجستگی خیلی ملایم هم داره برجستگی، این برجستگی رو به دو شکل میشه در آورد، یا اینکه بیاید خود این ایجا رو بیارید بالا
اینا رو خود بیاریدش این برتر به این شکل. بعد حالا قبل اینکه این کارو بکنیم بیایم لبه ها رو درست کنیم. تقریبا اینم عین اون یکی. آره. بعد اینم یه سگمنت. حالا می اومدیم اینا رو میاریم بالا. این مهم نیست انتخابش بکنید چون این دست اینو گرفته، اینم دست اینو گرفته میاد. مثلا اینجا برجستگیش هم وسط هم بازی خورده بیشتره. حالا میایم از کنار نگاش میکنیم به چون شکل. بعد سه بزنیم چجوری؟ خیلی عالی نیست ولی بدکم نیست. خب این از این. بعد یه چنین چیزی داره. حتی اگه بخوایم اینو بعدن هم میتونیم در بیاریم این دوتا رو. گوشه پنجره ای نداره کو. خب بعد دیگه چی داریم؟ اینجا هم که نرم شده، اینا اینجا کاملا نرم شده. دیگه چی میخوایم؟ دیگه همینو، این هم در میاریم همه الان. این بری شد، اینو بیاریمش این سمتی. خب چقدر بالاتره مثلا این وقت فرض کنیم که نه یه خود کمتره. این برشه رو میخوام در بیارم برتر مثلا اینقدر به نسبت کل. اینم اون یه تیکهی که تو میره یه خورده قوی تر کار میکنیم. من که چون همیشه تصویر کوچیکه اینو زیاد نمیشه حس کرد، یه خورده بزرگتر کار کنیم بدک نیست. بعد همه فیس ها اکسترود به داخل. بعد موقعی که اکسترود میکنید حواستون به این لبه ها باش، ممکنه به اندازه کافی تو نره. مثلا بعد اینکه این کار انجام دادید حتما بیایید سراغ این لبه ها. این بعد چهار اسکیل یه خورده حول این اسکیل کنید. اوکی از این ور درست شد، از این ور هم باید درست شده باشه. آره تو اکسترود وقتی یه چیزی رو مثل مکعب یا چیزی که گوشه داره اکسترود میکنیم به داخل، گوشه های خورده خودشون رو حفظ میکنن ولی بقیه جاها میرن تو. اون گوشه های خورده خودشون یعنی کمتر میان به سمت داخل. این حالا خاصیتی که به هر حال این داشته. بعد این هم میاریم به شکلی کمش میکنیم تقریبا در راستای همین قرار بگیره. خب ما که سه بزنیم خب زیاد عمیق نیست. میتونیم بیایم اینجا یه اکسترود هم اینجا بزنیم و با ابزار ترانسفورم کمپوننت یه بار دیگه انتخابش کنم لبه رو. یه مقدار این صافی رو یه مقدار ببرم داخل تر. ترانسفورم کمپوننت همین ابزاری که همه زیر مجموعه در راستای خودشون در راستای نرمالشون به سمت داخل میبره. خب بعد میمونه چی؟ میمونه اینه که من اینجا یه محکم کاری بکنم، اینجا هم یه محکم کاری بکنم. این دیگه حله.
خب بعد میرسیم به یه چنین قطعه، یعنی این میاد بعد یه چنین فضایی رو ایجاد میکنه برمیگرده. یه خود بزرگتره، یعنی یه خود از اینم میاد، یعنی روی اینم میاد، قسمتش میاد پایین. بذار میرسیم به اینه، بذار فعلا اینجا رو توی دیتیل گیر نکنیم، برسیم این بالا. این قطعه، این قطعه رو میتونیم با یه نه بیایم اینجا نسبت اینا رو ببینیم. این قطعه رو فاصله بین این لبه ها تا این تا اینجاست، بعد اینم اسکیل میکنیم، اینم فاصله خیلی کمی تا اینجا داره. خب دو تا اینجا اینجا داریم، یه دونم اینجا داریم. خب بعد میام این ورتکس ها رو اینقدر میکشیم این ور که بشه فاصله بین این مثلث های کوچیکی که اینجا هست، بعد اینا رو اینقدر اسکیل میکنیم که برسه به اینجا تقریبی. خب یه خورده بیشتر. اوکی خب تا اینجا حله ارتفاعش هم کمتر از اینه. پهنش هم بعد چون این زیرش رو باز میکنیم یه خورده پهنای این کمتر دیده میشه، اینجوریه، حتی زوزنقه ای داره. یعنی بیایید کل اینو یه مقدار اسکیلش کنید و اینکه تضاد بیشتری داشته باشه به حال قشنگ تره. این دوتا رو یه مقدار بکشیمش این برتر، کل این هم بازی خود میشه کمترش کرد. خب حالا میمونه اینا، اینا برای اینکه بعدا خیلی نرم و خوب از آب در بیاد یه مقدار چلو. در همین حد کافیه. بعد فیس های زیرم پاک میکنیم، نه فیس های زیرم نمیخوایم دیگه. این لبه ها پخه اینجا، این لبه این اینجا این لبه ها پخه. آره این هم میارید دابل کلیک، این هم دابل کلیک، این هم ببل این چرا نه رو بالش فلان کاری نداریم، این قسمت درستش کنیم، این کمترش کنیم، بکنم تقریبا یک و دو رقم میشه. بعد یه دونه هم سگمنت بیشتر میذاریم. الان اگه سه بزنم اینم بردارم، یه خورده بکنم تیز شد. خب ببینیم فیس این زیر داریم هنوز؟ نه. خب سه بکنم هم بهتر بشه. اوکی حالا لبه های بالا این هم یه بار ببل کنیم، خودش یه خود محکمش میکنه، همینه که اینجا پخ شدگی داره. این هم ببل بکنم خوب باشه. یه دونم سگمنت اوکی این هم چهارتایی ماتایی هستن، هم بگیریم یک و دو دهم. خب این تقریبا خوبه. خب این هم از این. بعد حالا این دوتا رو کجا؟ خب این رو سه نزدیم. خب حالا
این هم دلیت هیستوری، این هم دلیت هیستوری. حالا میریم اینجا فیس های بالا رو انتخاب میکنیم، اوکی نه دلیتشو. اون یکی هم باز دلیته. حالا این ایجا انتخاب اکسترود، حالا اکسترود رو همینجوری صاف برای خودمون اکسترودش میکنیم، از این برم اکسترود میکنیم. بعد این دوتا رو با هم دیگه کامباین میکنیم. حالا هر کی برای خودش نزدیکترین کسی که لازمه پیدا کنه، اینو بپرونیم به این. این حالا اگه داشتیم میتونیم تقسیم اضافه کنیم، اگه اضافه داشتیم میتونیم ستایی کنیم. اینجا سطح صافه، هر کاری بخواید میتونید انجام بدید. حالا ما یه جوری کار کردیم که این اتفاق نیفته. اون یکی رو این کار رو میکنم اگه تخت باشه نه هیچی رایی نداره. خب ببین قشنگ در اومد، همه هم چهارتایی هم. این به اینجا، من هر کی روبروی خودش رو پیدا میکنم، این هم میزنیم به این، 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 این هم میزنیم به این. اوکی حالا اینا رو به هم دیگه مرج آره مرج نشدن، یه انتخاب میکنید یه مرج میزنید. خیلی خب کانفورم هم بزنید، ممکنه یکی این وری یکی این وری نبوده چون همه شون رو به سمت بیرون ساختید. من سه بزنید، اینجا این شکلی میشه. میام اینجا یه محکم کنیم اون برای خودش اینجا. حالا امتحانش بکنیم دوباره، باز این ورم احتیاج داره، ما فقط این ور زدیم. در نتیجه میایم چیکار میکنیم، میایم میتونیم دورگیری کنیم به این شکل، ولی خیلی دقیق در نمیاد. مشکلش اینه، از این ورم همچنین از اینجا رد شد، غیر از اینه ای که اینجاست. چون چارت این ستایی الان چارتایی شده با سپلیت اول، بعد که دوباره میزنید دو رو میره. خب این دوتا مرج بکنید. اگه محکم پس ما یه کلک داریم، یه بار میزنیم اون دو رو که کامل گره، آره دوم فقط اولی رو پاک میکنیم. آره الان تنها کاری که میکنید سعی بکنید فاصله اینا رو از هم دیگه یکی کنید. این هم در حد معقول داری خوب در حد. فقط تخت نمای تاپ باشه، نه بالا میره نه پایین، فقط رو سطح دو بعدی ایکس و ایگری کار میکنه. خب بقیه خوبه. از این نه میتونید پاکم کنید، میرور کنید، به یه طرف رو درست کنید بعد میرور کنید دوباره به هم بچست کنید، ولی چون خیلی کمه دیگه اینقدر ارزش وقت گذاشتن نداره. این هم میاریم جلوتر، بعد این هم میاریم این و این هم خود میاریم این و این هم حله. اوکی خیلی خوب. آره یعنی شما اگه اینجا بیاید نکنید
این نمای فرانته. خب حول محور فقط و فقط ایگریگ و زی جا ب... ایکس جا به جا میشه، ایکس و ایگریگ. یعنی من هر چقدر اینو جا به جا کنم به زی کاری نداره، اون نمای دیگر همچنین. خب یه قانون دیگه که باید رعایت کنید اینه که سعی کنید فیس های خیلی بزرگ رو خورد کنید تو فیس های کوچیکتر، بعدا کمکتون میکنن. مثلا این فیس بزرگیه به نسبت کوچیکترش میکنن، اینم فیس بزرگیه، اینم کوچیکترش کردم، خود اینم فیس بزرگیه. چون بعدا اگه یه اسموت یکی هاتون اینو گفته بود و فرقی نمی کنه، دم دستیه. من هم سعی میکنم تنوع بدم توی اجرای دستورا، این اتفاق خاصی نیست. خب الان اینجا دو تا میله داریم که بیاد باید بیاد بالا، این هم میخواییم وصل کنیم به همین که یه تیکه باشه. باز یه سیلندر، بعد سیلندر رو وی رو میگیریم بپره اینجا، تقریبا هم همین جاست جاش، کوچیکش میکنم. اگه بگیم همین ضخامتش باشه، آره تقریبا همینجا سیا فردان میشه آوردیم بیانی میشه این برتر. این هم میگیریم هشتا، هشتا دونه، آره زیرش هم. حالا اون مهم نیست چون رو این خطا هر این نقاط هر جایی باشن روی سطح صاف اصلا مهم نیست. از این یکی دیگه هم میگیریم، دقیقا میاییم همین جایی که اون یکی هم هست، یه قسمتش این ور میمونه در مثلا اینجا یه کچولو. اوکی خب آره به نسبت دوره این یکی، یکم این که با قولی باید اینا نزدیک تر باشن. اینو میاریمش اینجا، اینو میاریمش اینجا، به نسبت اینا هم کوچیکن. اوکی خب این ارتفاعی هم که دارن تقریبا هم ارتفاع همینه. خب الان منطقی دیگه به نظر میاد تا حدودی. خب اما اینجا، اینجا چیکار باید بکنیم؟ از این و از این یه دوپلیکیت میگیریم میزنیم توی لیر. اوکی حله، این دو طرف انتخاب میکنیم با هم دیگه کامباین میکنیم. اوکی خوبه، بعد اینو از این، اینو از این کم میکنیم. اوکی خوبه، بعد میایم فیس های اضافی که اون تو ساخته شدن و هر چی که از پاک میکنیم، بعد دوتا سوراخ کوچیک تو این به وجود بیاد. آره ولی قبلش باید تمیزکاری کنیم. بیاین از این بپریم به این، از اینم بپریم به این. اما این اینو چیکار، این چرا اینجا مونده؟ خب پس من به راحتی میتونم بیام بگم که این، این و این دلیت، بعد بیام دستی خودم این به این، شاید جالب اینم به این که بی خودی اونجا چرا علاف باشه، اینجا میتونه برامون کار بکنم. اینم به این، اینم به این، همه چهارتایی. اون برم همچنین دلیت، این که وصل. هرچند مطمئن باشید که این ورتکس ممکن روی این، یعنی مطمئن بشید که این ورتکس دقیقا ما این مرج شده باشه، چون بعضی وقتی خیلی کوچیک با هم فاصله داره. اینم به این، اینم به این، اینم به این، اینم به این، اینم به این. اوکی خیلی خوب، برای اینکه نخواهیم دوباره دور اینا رو دورگیری کنیم، برای اینکه روی این سطح هم محکم کاری بشه،
میتونید هر کدوم از اینا رو انتخاب کنید، یه مقدار دوست داشتید مثلا اینا رو اسکیل کنید. اگه خواستید دقیق اسکیل بشن، اینجا عدد رو نگاه کنید ببینید چقدر اسکیل میشه. حالی یه نقطه اسکیل میشه، مگه اینکه جفتشون رو انتخاب کنید. نه بیاید اینجا، چون وقتی شما انتخاب میکنید همشون حول یه محورن. Transform Component. با هم دیگه دارن اسکیل میشه هر چقدر که خواستید. سر اینقدر آره الان میبینید. آره نه یعنی نه آندو کردم. چرا؟ برای اینکه مطمئن بشیم حرف من درسته اینو میکشنش میارمش اینجا. خیلی خوب، بعد این دوتا یه اکسترود میشن. این اکسترودر به سمت بالاست. اوکی هیچ ایرادی نداره، میام به سمت بالا. خب اما کنترل اف 11 میزنم این دوتا رو چیکار میکنم؟ اکسترکتشون میکنم جدا بشن. خب هر کدوم از اینا رو ترانسفورم کمپوننت، این چیکتر سر جای خودش یه خورده کم. اینم نشد مهم نیست، اینو برمیدارم سنتر پیوت، اینو میارمش دوپلیکیت، میارمش دقیقا اینجا. نداشت اکسود، فقط به سمت بالا داشت. تو اون کلتم یادتون دو سه بار این کار کردیم. خب اینا رو با هم دیگه کامباین میکنیم. بعد کافیه دور این و دور این بریج چقدر اینجا هم همچنین دور این و دور این بریج، این دورگیریش خیلی تمیز در اومد. بعد میایم دورگیری بین اینا رو با کات میزنیم، برای اینکه اگه سپلیت بزنم یکی ممکنه خود بالاتر یکی خود پایین تر باشه. میام اینجا شیفت رو میگیرم برای اینکه صاف بزنه. اینم برای محکم کاری این. اینا میبینید ستایی شده اومده اینجا توی مثلث قرار گرفته، حتی ستایی نیست همشون چهارتایی هست. حالا خوبه مطب خشخاش گذاشتنم خوب نیست. حله حالا چی میمونه؟ جفت اینا رو انتخاب میکنم، جفت اینا رو انتخاب میکنم، یه به سمت تو داره، اینم به سمت داخل، یه به سمت بیرون داره، خیلی زیادم نشه، یه کوچولو هم انگار میام بالا، اینم یه کوچولو به سمت بالا، بعد یه اکسترود دیگه همه صاف بیام بالا. حالا تا آخر تا هر جایی که هست بیاد تقریبا هم اندازه اینه. اوکی بعد یه اکسترود دیگه همه بیام بالا، دوباره رو تی کلیک میکنم یه خورده اسکیلشون میکنم. تقریبا اینقدر. بعد یه اکسترود دیگه میزنم. آها میام اینجا. بعد یکی دیگه همه رو کوچیک، همه رو کنترل اف 9 و همه رو مرج. اوکی بعد میایید دابل کلیک به علاوه این ورتکس، اینم این ورتکس به علاوه دابل کلیک اینجا هم ایچ هم ورتکس. گفتیم مایه جزء محدود نرم افزاری که میتونید دو نوسین مجموعه رو با هم دیگه انتخاب کنید، چون اگه فقط ایجا رو انتخاب میکردید اون ورتکس اون پایین میموند، بعد یه ورتکس هم انتخاب میکردید. خب الان چی موند؟ محکم کاریش. اینو اصلا همینجوری هم اسکیل کنید محکم کاری این ور رو بهمون میده، این هم بدیم این ور و
اوکی حله. بیایم اینجا این محکم کاری این بر، این هم دابل کلیک بزرگ محکم کاری این بر. خب یه محکم کاری اینجا داریم با offset edge offset. میای تقریبا این بر خوبه. این هم دابل کلیک، بعد اینقدر درگ میکنم اینجا که بیاد پایین. خیلی خوب، و اینجا یه قسمت جدا شده داره. میام اینجا با کات قسمت جدا شده تقریبا، نه وسط نیست، بالاتره تقریبا اینجاست. اوکی، بعد این قسمت رو انتخابش میکنیم، این دوتا رو اکسترودشون میکنیم هر کدوم به سمت بیرون یه مقداری. تقریبا اینقدر حله. هر محکم کاری هاشون تیم با کات هم یه محکم کاری برای جفتشون در نظر میگیرم. این محکم کاری این بر، یکی هم این بر در نظر بگیریم. این هم محکم کاری این سمت خوبه. یه خورده به نظر بزرگتر مثلا میتونیم اینا رو انتخاب کنیم. ترانسفورم جدایی از اینا، جدایی از این و جدایی از این. گل دسته داره یه خورده بزرگتر خوبه، بهتر شد. حالا میایم پایین، پایینم محکم کاری با کات، اینم کات، یک کات اینجا میزنیم، یک کات هم اینجا میزنیم. خوبه. بعد کلن اینا کوچیک شدن، کلن میایم ورتکس های این یه تیکه رو با این یه تیکه انتخاب کنیم، بعد ترانسفورم. خراب شد. در نتیجه اسکیلش میکنیم، اسکیل سر جای خودش کنترل رو میگیرم. چقدر میشه؟ مثلا میشه 1256، اون پایین رو میخونم. این هم میام انتخاب میکنم 1256، این هم 1256. با کنترل گرفتن همشون سر جای خودشون یه مقدار بزرگتر شدن. خب چی کوتاه‌تره؟ وسطش بلندتر از این دوتا شده، وسطش کوتاه‌تر از این، وسطش برابره. نه اون قسمت فلسی با این قسمت که من از اینجا به بالا رو کار دارم، از این خط به بالا این استیله بزرگتر از خود فلسی کرد. یه خود این بر، یه خود این، نه میشه یه خود بر بالا تر. این از این. خب بعد سه اصلا نیوی بلین هم بهش بدیم ببینیم چه شکلی در میاد. صد نه هنوز مونده. چی موند؟ از این اینو دلیتی سوری میکنیم. حتی یه خود الان نیازه که دیگه با لاتیس بیم این قسمت رو در بیاریم. میان همین ورتکس های اینجا رو هر رو میشه گفت اینجا رو نه چون تعداد ورتکس ها زیاده،
اون موقع ممکن بود بعدا تو ادیت بعدی اذیت بشی. همیشه سعی کن به ساده‌ترین شکل بسازی، بعد یه لاتیس می‌زنی تمام میشه. اما اگه بخوای از همون اول کجش کنی و بعد تقسیم بدی و اینها، ممکن اینجا کلی تقسیم دادی، بعد هی اینا رو باید بزرگ کوچیک کنی که در راستای این در بیاد. همین تقسیماتی که اینجا هستن همین مشکل رو ایجاد میکنن. همینا. بیایم اینجا. لاتیس آر. اینم لاتیس. اینم لاتیس شما به جای پنج. پنج تا خوبه. یک دو تا اینجا میزنیم. یکی هم اینجا میزنیم. خب. میایم اینجا لوکال اینفلوئنسر هم یه خورده زیادشون میکنیم برای که دامنه نفوذه. این پنجه دیگه اینجا زیاده. چون صافه صافه. ما فقط میخوای قسمت پایین یه خورده بزرگتر بشه. اینم پوینت ها. تو حالت 3 هم ببینیمش، یعنی اینو 3 میزنیم و تو حالت 3 بیایم چیکار بکنیم. بیایم تو این نما 5. خب این پایینش یه خورده بزرگتر میگیریم. آره زیاده. بعد چی؟ این وری باشه میتونیم اضافه کنیم. مثلا این انتخابش کنم با این یه کوچولو در همین حد خیلی کم. اینجا رو هم میخوایی بذاریم بیایم. آره اتفاقا اونجا مهم یعنی اینجا هست. نه با مزه است یه نوع دیگه است. بیاییم بالا. خیلی خوب. بعد از آره از یه آره آبش کنیم نصفش کنیم. ازش یه دوپلیکیت گرفتم گذاشتم توی لیر. اینی که بدونه با لاتیس و میتونی لاتیسش رو پاک کنی برگرده سر جای خودش و از اینجور حرفا، محض احتیاط بذارید توی لیر. میدید کل اینا رو بذارید توی لیر دیگه خاموش کن. اینی که لاتیسش کردیم چون دوپلیکیت گرفتیم ازش الان همون جوریه که باید باشه. لاتیسش پاک کردیم، وقتی دوپلیکیت کنیم خودش لاتیسش دلیت هیستوری میشه. حالا اینم مونده، این که هیچ، اینم هست. این اونی که سال چیزه آره. که اگه نخواستید میتونید برگردید با اون قطعه کامل. این هم یه خورده از بالا که چکش کنین یه خورده اگه بیارمش این ورتر کلن نو خورده بیارمش این ورتر کنن. من معیارم این بود، این خط اینجا شبکه گرید که این نقطه ها روش بیفتن. یه خورده باز این ورتر. نه میتونی نصفش رو پاک کنی دوباره میرور کنی بندسید اون وقت اگه یه خورده جمع جورتر بشه. خب از این یه دوپلیکیت میگیریم میزنیم توی لیر. حالا همینو یه بار اسموتش میکنیم. وقتی اسموتش میکنید اتفاقی که میفته اینه که تقسیماتی که اینجا اضافه میشه بعدا کمک میکنه راحتر اینو در بیاریدش. دیگه شما تا یه جای لوپولی کار میکنید، بعدش دیگه مثلا چون این قطعه رو بخواید در بیارید این سطح نرم بیشتر کمکتون میکنه تا این سطح خیلی لوپولی مثل این. اون قطعه مال سیمشه. مال سیمشه. مال سیمشه. خب پس اسموتش میکنید قطعه ای که قراره اینجا ابتدای سیم باشه. خود اینم به هر حال تا حدودی بعدا برای این قسمت پشتی کمک خواهد کرد. حالا میاییم مالتی مثلا از همین ور یه تیکر انتخاب میکنم. بعد میاییم اینجا اینا رو انتخاب خارج میکنیم. خوبه کمتر از نصفه پس اینا رو هم کم میکنیم. از این ور اوکی خوبه. از پایینم اینم اینقدر یه خورده کمتر باز خوبه در همین حده. همینا رو میایم یه متریال دیگه بهشون میزنیم، یه لمبرت مثلا این رنگی بهشون میزنیم.
بعد کلشونو یه لمبرت معمولی میزنیم. خب اینکه بدونیم کجا رو باید روش کار بکنیم. بعد اینجا میایم این یوز دیفولت متریال رو خاموشش بکنیم. ما کارمون اینجاست. حالا این فقط تنها فرقی که با این داره این بغلاش پخه. ما میایم همین کار رو انجام میدیم. ببینم بوگن کنیم. جداش کردم. آره. الان اگه این دوتا رو با هم دیگه سه بزنیم میگه چه این اتفاقی میفته. ببینید چون بازشون کردیم این همون گیر نم شده وقتی سه بزنیم. اما کاری که ما اینجا باید بکنیم این اگه من برش دارم این که صاف صاف. پس خیلی ساده اگه بیام تمام این ایج رو انتخاب کنم و بیام select contiguous age اینا رو ما دستی انتخاب میکنیم اگه انتخاب نشده اینا delete age vertex شون کنیم. میاید نه ممکنه همه رو باید بررسی کنید چون ما حوصله بررسی نداریم این کار رو میکنیم. نیا کنید شما میاید اینجا میگی select contiguous age. خب یه سری انتخاب میشه یه سری انتخاب نمیشه. هیچ ورتکس اضافه ای هم وجود نداره. چون اگه وجود داشت تو اسموت قبلی باید یه خطایی میداد. چیه پس قضیه؟ اینجا اگه بیاید توی خود select contiguous age یه maximum to the angle داره minimum to the angle داره. اینا رو اگه افزایش بدید هم انتخاب میشه. اوکی حالا چون ما حوصله نداریم بیایم هی اینا رو تنظیم کنیم و قبلا هم گفتیم دیگه الان شما باید متوجه باشید این مسئله پکش. اوکی خیلی حالا کل این ماجرا شد این از لازه سر. خب همون سطحه یک کم بیرونه یک خورده میاریمش بیرون یک خورده بیرون یک خورده بیشتر. بعد این از این میزنیمش توی حتی آره بعدا اکسترودش هم میکنم این هم باشم بعدا برای یه تیکه که قرار بیاد بیرون لازمه اون میشه. نه ببینید کجه. خب پس اصلا اینا دستگاهی نمی کنیم. اگه لازم شد آره اگه لازم بشه که اگه لازم بشه من اینجا اکسود اضافه میکنم ولی به اینا فعلا اگه لازم شد حالا میذاریم توی لیر خداحافظ. حالا میایم اینجا اینا همشون یه به سمت داخلی میرن. گوش کل این ماجرا میرن به سمت داخل یک سرود میشن همشون. تقریبا میشه گفت اینقدر یاد نشد این بغل تقریبا میشه گفت اینقدری که این خط برسه به اینجا به این شیاره. پس اینقدری که چشمی این خط برسه به این شیار. اوکی حل. بعد الان من میخوام فقط روی این قسمت کار کنم و اینکه اذیت نشم همان کارم انجام بدم هم خدا رو خوش بیاد این یه تیکر انتخاب میکنم میام توی شو میام تو isolate view selected من یه تیکر همه راحت میشه روی این یه تیکر کار کرد. خیلی خوب اولا اینکه این خطایی که الان اومدن اینجا این ورتکس انتخاب کنم یه F بزنم که همینجا فقط بچرخه. اینا که اصلا مهم نیستن اینا قراره همهشون بیان در این خط صاف قرار بیرو میگیرم میپرم اینجا یه خورده میام بالاتر بیرو میگیرم میپرم اینجا یه خورده میام پایین تر بیرو میگیرم میپرم اینجا یه خورده میام پایین تر بیرو میگیرم میپرم اینجا یه خورده میام بالاتر تا اینه که اینا تراز بشن بیرو میگیرم میپرم اینجا یه خورده میام بالاتر بیرو میگیرم میپرم اینجا یه خورده بالاتر
اینو میگیرم میپنم اینجا یا خورده بالاتر. برای بقیه هم همچنین این میانمش پایین، این بی به هر حال یک جایی تو این سطح قرار دارم بی نمسی. اوکی همه اینا اومدن اینجا، همه هم در یه خط قرار دارن، همه رو میتونیم قشنگ انتخاب کنیم، اینقدر جا به جاشون کنیم که هم تراز اینا بشن. اوکی یه خوردم رفتن داخل، میام توی این نما و اینکه باز همینا انتخاب بشن، کل این فیس ها رو انتخاب میکنم، میام توی این نما میام show isolate view selected. بعد خب اینقدر اینا رو اسکیل میکنیم که یه خط صاف بشن، بعد یه خورده بچرخن. اوکی بعد جدایی از اینها به علاوه این یه دونه است، دوتاست، خیلی خوب یه جا به جایی درسته. اینا یه خورده بیارمشون این بهتر، نه اینا نه برعکس شیفت اینا یه چند تاشون هم انتخاب نشد. اوکی اینا رو یه خورده بیارمشون این ورتر. اوکی ده باید به نظر می اومدن این ورتر بالا میخواهشون رو انتخاب کنیم. آره همه توی خط. خب خیلی زیادم حساسیت به خرج ندیم. حله. خب این ورم همچنین باز حالا میتونیم به این سنپ کنیم، بیاییم بالا به این سنپ کنیم، همشون در یه خط قرار میگیرن، به این سنپ کنیم، به این سنپ کنیم، بیاییم بالا اینم بیارم میخورد این بهتر، اینو به این سنپ کنیم، اینو از این کمتره پس میارمش این بر، نه از این کمتر بود، سنپ به این، سنپ به این، سنپ به این، سنپ به این. کل اینا هم برای اینکه سنپ به این بشه دی رو میگیرید، وی رو میگیرید، میپرید اینجا، بعد وی رو میگیرید میپرید اینجا، بعد حالا فاصله هاش رو تنظیم میکنید، همه باز توی خط قرار گرفتن. خب اما این خط یه خورده صاف نیست، یه خورده کجه. بعد حل کل اینا رو انتخاب کنم، میان توی نما، اینو میرسونیم به اینجا. اوکی خوبه. بعد میان توی نما F اینو میچرخونیمش، بعد میریم به سمت داخل. اوکی F حله. بعد میریم اینجا دوباره اینا که جاشون خوبه، شیفت رو میگیریم اینا رو انتخاب میکنیم. آره داریم درستش میکنیم، داریم درستش میکنیم، همین هایی که اینجا هستن و اینقدر اسکیل میکنیم. اوکی اینو برای کجاست؟ اینو برای اون، برای کاری ما باش نداریم. خب
خب خوبه. بعد جدایی از این و اینو ببین، این دوتا رو یه دونه رو یه خورده بیارمش این برتر، حساب کار رو برم از این. حالا به هر حال هر جوری که شد فعلا به این شکل. چیزی که مهمه اینا، برای اینکه این سطح تو در بیاد، اینا رو اکسترود میکنیم. میتونیم از همین سطح هم استفاده کنیم، از همین سطح یه دوپلیکیت بزنمش توی لیر، بعد اینو ببریم به سمت داخل. اینقدری که هم تراز اینا بشه به این شکل. اینی که اینجا زدیم فعلا اضافه است، دلیت. اینا اینا رو با هم دیگه کامباین کنید. نه، بابت هر کدوم از اینا یه تقسیم وجود داره. نه، یکی و دو تا و سه تا و چهار تا و چه نه هشت. چرا؟ ولی اینجا نه، چون اینجا دقیقا گوشه است، گفتیم رو سطح صاف میشه. اول میزنیم بعد اینجا به هم وصلش میکنیم اگه اتفاقی نیفته. اگه اتفاقی افتاد که هیچ، نه همینجوری خوبه. اگه اتفاق نیفتاد خب مرج کردیم بهتره. من تو این کار زیاد کردم، سطح صافه اینجا، سطح صافه اینجا، سطح ناصافه قضیهش با هم دیگه، فرقشون اینجاست. خیلی هم لذت داره. آره. به هر حال رتکس داری کم میکنی. مرج عدد زیاد بود. من یه خورده جاشونم بده. اینم مرچ چهار، این مقابل اینه مرچ، این دوتا هم مرچ. این دوتا هم مرچ. جمال کجا رفت؟ انشالله حالش خوش. چی؟ گربه ها رو گربه هم دیگه دعوا شده. آره اون خیلی اعصاب من داره چایی دو تا خط موازی هم نقطه های سرش و تهش رو با هم مرج میکنه، اون خط از بین میره دیگه، میشه یه دو. آره خب یه تا خود رو دو تا نه موقعی شما اینجوری مدل میسازید که اصلا مدل خیلی مهم باشه نه میشه در موقع دیگه، یا اگه یه تکچر میندازید اونجا خیلی خودتو راحت میکنی. اون قطعه، اون یه قطعه هم که اینجوری از این در میاد خیلی ساده کنار اون قرار نیش میدی، اصلا اینقدر مچشون نمی کنی کنار هم دیگه. جا؟ آره بابا خوب شده کاره. خب من خیلی واسه بازم نمون بنازی که مصطفی
همش برمیگرده به اینکه میخوای با مدل چیکار کنی، چی ازش میخوای. آره یه 100%. خب اینا میایم پنجا اینجا. اوکی، غیر از این بقیهش خداحافظ. خیلی خوب، این برم همچنین ما تقسیم بندی اینجا میزنیم. غیر از این بقیهش دلیت ایج ورتکس. آره میخوایم این توی یه دورگیری انجام بدیم، این اینجا غیر از اینا تا اینا بقیه. اوکی، اینجا هم همچنین، اینا از این غیر از اینا و اینا بقیه تلیت. حالا این گوشه ها میمونه. آره سلام خوبی باشی؟ خیلی نمیشه. این هم میزهیم این ور، اونم میشه. وای اونم میشه. این هم میزهیم اینجا، همش قابل استفاده است. این تموم شد، عوضش من به کلش متریال لمبرس 3 میدیم. حالا اونه که محمد گفت کجا نمیشه به هم وصل کرد؟ آیا اینا، اینایی که الان توی دورگیری ساختیم، میشه دوتا دوتا یکشون کرد؟ ها؟ آره، اگه بدیم براش خیلی بهتره. خب این دوتا هم مر، اول یه بار این کار انجام بدید، خیلی هم دور نرید، بعد ببینید چجوری میشه. مثلا این یه تیکر هم همچنین این اتفاق که اینجا افتاده. نشد نه، یه چیز دیگه هم زیر انتخاب شده بود. خب الان میایم اینجا میکمش کردیم، سه میزنیم ببینیم چی شد. یکم چیز شد. آره خب میشه، آیا میشه اینو اینا مرچ کرد؟ یکم چیز که اول بود. آره خود یه مدلی داره که مثلا قرار اونجا دوش اگه همچین اتفاقی افتاد خیلی هم داشته باشه نه، ولی اینجا بهتره میبینی. بعد نه خب اولش سعی کنید سریع نری تو این ماجرا، سعی کنید اول ببینید مدلتون رو بسازید، بعد اگه لازم شد این کارو بکنید، من که اگه پشیمون شدید جایی برای پشیمونی باشه. خب حالا ببینید خوبه این یه نه که اصلا مدل پایینه، ولی الان چی داریم؟ نه میتونید این کارو بکنید، دابل کلیک دابل کلیک دابل کلیک دابل کلیک دابل کلیک دابل کلیک. وی تا کجا میره؟ این از انتخاب خارج میکنیم. آره دور شمس قمری زده، برمیگردیم اینجا. اینجا فرق نمی کنه دلیت اچ یا ورتکس، دلیت بگم ورتکس یا دلیت خالی بدن. نه اینجا دلیت اچ ورتکس، اگه دلیت خالی بدن. آها
یه اتفاقی هست، اینایی که اینجا ما پاک میکنیم الان این خط با این خط در یه راستا نمیشن. خب آره، من جای شما باشم همین روشه. آره صفا میکنیم میریم جلو. آره. احساس اینجا همون محل استراحتیه که باید استراحت کنید، یه جایی آدم استراحت میکنه. نه مغزه الان دیگه داره استراحت میکنه چون فقط داره یه کار عملیگی انجام میدی. آره کار آرتیستیک. خوبه دیگه، چیز داره میکنه از وقتی باشم میگه شد. حالا بیاریم جو بیاریم کی بکیه. این جی اینو اینم این نیست و اینه خیلی نمیشه سه خط خطی میشه مدلت. حتی این به قول آرمین این که میفته اون زیر اصلا مهم نیست، من این که تو فیلم مثلا این قطعه میاد میشینه روی این قطعه مهمه، ولی وقتی که نیست نه. میتونید الان دورگیری اینم انجام بدید اگه دوست داشتید، یه دورگیری هم دوره این انجام، ولی دیگه نیازی به نظرم نداره چون کامل شد دیگه قطعه حله. حالا اون چیزی که مهمه اینه که این راستای این بیاد در راستای این قرار بگیره، این خیلی مهمه. این الان دوتا خط انعکاس نور، این خطی که الان میاد روی این قرار میگیره، این یعنی خوبه، یعنی در یه راستا میایم از این داخلی. آره داخلی رم این رو انتخاب میکنیم فیس چرا؟ چهار میذاری بعد هر چی که پشت انتخاب شده. خب بعد یه ابزار خیلی خوب اوکی حله. بعد دورگیریشون رو با یه شیفت علامت بزرگتر که یک پایه میره جلوتر دورگیریشون رو انتخاب میکنیم، بعدشون دوپلیکیت فیس میگیری، این هم دوپلیکیت فیس، بعد در همون راستا میای بیرون. آه این به نظر بهتر میاد. بعد جفت اینا سه بزنیم باید یه شکلی بشن. انشالله که این نمیکنه، این بکنه کارمون ساخته است. سیوش کردم البته. بعد برمیگردیم همین اکسرود بشون کنیم صاف بره به سمت داخل. اوکی خوبه. الان این دو تا رو سه بزن یک بزنیم چون خود داره سنگی شده کاملا داخل هم دیگه. با اینکه خود کوچیکتر باشه کلن ترانسفورم کمپوننت خیلی دیگه سنتر پیوتش کنم یه خود کلا کوچیکترش کنم. اوکی بعد جفت اینا رو دلیت هیستوری سه بزنیم. نه خوبه چشه آها به خاطر اینکه اون بالا کلا یه خورده فیلممون هم طولانی شده رم کم آورده بعدش هم دیگه خب. بعد دیگه چی یه شبیه مکعب مانند از این جدا میشه کجاست یه قسمتش این وره یه قسمتش این وره میشه گفت که تقریبا این دو تاست مربع. اول اینکه میتونیم کلیت اینا رو حذفشون کنیم، کل اینا خداحافظی کنیم باش. اینا دیگه اضافیه. سلام حال شما خوبید؟ نه خوش. بعد اینم سه بزنیم باید این اون قبلیه در بیاد. ببینیم اوکی
خوبه یخچیه. حالا برگردیم یک اینو، برای اینکه این مربع قشنگ ازش در بیاد و کارمون رو خراب نکنه، اینو یه پله ازش دوپلیکیت میگیرم میذارمش توی لایه ای، اینو اسموتش میکنیم، یه اسموت میزنیم. حله بعد که الان اسموت میزنیم مربع رو راحتر میشه پیدا کرد. از بالا و پایین یه اندازه فاصله داره. من میگم همه اینا رو باید کدوم ها؟ این تموش مربع شد. از این طرفش پیش بشت. یه مسئله هم هست الان این فریه بهتر از این داره. آه من چیز کردم؟ آره آره مهم است. اینجا انجام خب حالا اگه باز خواستید اینجا مربعتون رو باز ریستر کنید، دقیق‌تر کنید، اسمتشو بگیرید دو برقا شما اینو این شکلی میخواید دیگه در نهایت. بعد میاد فیساشو انتخاب میکنید، مثلا این فیسا شیفت میگه از این ور نه مستطیلی شکل دیگه میشه. اما که هم مستطیل آنیست نمیدونم الله پایینیش هم بگیریم، یه ردیف هم پایین میگیریم. اوکی این درست، اما اون ورش نه. میگم با همین ابزار انتخابات این ور رو فیساشو کم میکنیم. چرا این برگرده نمیگیره؟ میگیره همیشه میگیره. بعد احتمالا یا انسلکت یا از نوع مثلا یه اینجوری ورتکس شدی میخوای فیس انتخاب کنی دیگه. نه باید حواس رو بیست بی وی بعد بزرگترش کنی اینو. این هست باز کار نکرد، کار میکرد اونی لج آدم هست لج در میاره. خب همون اولش من اینکه زیاد وقتمون رو نگیره، همون اول محکم کاریش هم میدیم، یه مقدارم هم رو یه کوچولو میکنیم خیال خودمون رو راحت کنیم. بعد کلهم میایم اون جایی که باید بیه. برم کجاست؟ اینجاست. مثلا اول هم صاف میتونیم کار کنیم، صاف این هم اسکیل کنیم، اسکیل F. بعد خوبه، بعد کل این قسمت رو یه مقدار کوچیک‌تر بکنیم. نمیخواد. خوبه، بعد عرضم به خدمت شما که یه خوردش از این شیار پیاده داره، از یه ور داره از یه ور نداره. بعد میایم اینجا یه کات میدیم. سلام حال شما. همین یه تیکر رو انتخابش میکنم، میام فیس های اینجا رو انتخاب میکنم، میام اینجا میگیم دو چیز اد دیویژن چند تا واه خفن شد. بدیم 6 تا. این مشکل داره فیس هاش اشتباه داره میزنه. خب برای اینکه این دلیتی سویش کنم، درست عمل نمی کنه، احتمالا این سری فیساش ایراد داره. آره بهتره بیایم یه بار کانفرمش کنیم به قول علی، باز مشکل نداره. چیز میکردی همه رو یه طرف میکرد اقل و به اکثریت. میایم یه کات میزنیم این بر. خب حالا دوباره باید یه چکی بکنیم، الان درست‌تر شد. یه جای انگار وصل نیست، همه جا وصله، وصله. از اینجا چی دیده میشه؟ درست، نه درست. خب یه کات هم این ورزدیم که مشکل رو برامون کمش کنه. بعد گفته چند تا هست؟ خب 1 2 3 4 اون 6 تا است. ما بعد 10 تا میخوایم.
میدیم پنج، میدیم پنج، بعد یه دو هم میدیم. خب خب این کمون قسمت اوله. هیچی، یکی این، یه این، یه این، یه این، یه این. خب اگه اینم جزء قسمت اول بذاریم که محکمش بکنه، به نظرم بیایم شیفت رو بگیریم و همه اینا بکشیم. آره. یه مرحله بیایم این برتر. آخری باره هاش هم کم هست. نه. آخری باریک تر از بقیه هم هست. خوب شد. آها. چی شد؟ بالا هم نداریم. آره. شو ویو سلیکتد. این هم هیچ. خب. نه خوب. اینا رو میخوام بگیم توی یعنی آره اینا رو میخوام پاکش کنیم بعد بعد اکسترود میکنیم به سمت داخل چقدر؟ زیاد تقریبا این بعد آره خودش به هم خط بعد میاییم به خوده اوکی بعد این فیس ها رو باید پاکش میکنیم فیس هایی که اینجا کلا ساخته شده همه اینا این 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 دلیت اوکی برای اینم خوبه این 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 اینم دلیت آه یه دونه کم برداشت حالا این هم دلیت کن نه نه همه این لبه رو انتخاب میکنیم این 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 اینه ای که اینجا اذیت کردم نفسی دنبالش نه دابل کلیک کنی چون اینا بریده شده دیگه توی راسته انتخابشون نمی کنه مشکلش باید این خب بوه حالا من فردت ورتکس ها رو به هم دیگه مرچ کنیم مرچ بعد دیلیت هیستوری یه سه بزنیم خواه این بر درست شد حالا بریم سراغ اون بر مرچ او یه سری خط اینجا تو هوام برای خودش اینا اینه باید دلیتش میکنیم این که هیچی این هم هیچی این هم آره اول که کشیدیم بهش بگیم باید از که منظور شد آره این هم هست دلیت ایج ورتکس خیلی خوب اما این اینی که آنو درستش بگم رنگش سلایش بگم اما این دوتا این دوتا رو هم این مردشون میکنیم میاریمشون این لبه برای محکم کاری بعدی لازم اون میشه حتی این هم باز احتیاج داریم ولی خب فعلا همه خرابه اینو کلا این دوتا ایج فعلا پاکش کنم فعلا خودم راحت کنم این دوتا رو به هم دیگه مرش کنیم که نخواهیم دور بزنیم خب نرمال رو کانفورم حله پس ست تو فیس میکنیم
سه بزنیم. اینجا چیه؟ برتکس ها جوش نخوردن. بیاین تو حالت بوردر 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 دیسپلی بوردر. آره ببینید اینجا یه قسمت هایی هستن که جوش نخورد، انتخابشون میکنیم، همه رو مرج میکنیم. مرج نمیشه، چون مرج نمیشه فیس هاشون رو بر میدارن. مشکل پیش اومده، کارش نمیشه کرد. میتونید یه کاری دیگه هم انجام بدید، همینجوری خیال خودتون میخوایی رایت کنید. فیل هول میکنید سوی اوکی. کجا بود؟ توی مش فیل هول. اما فکرم خوبه، ماکن کاری هم دیگه نمیخواد، به همین نرمی. من اینکه بخواد نه خوبه اتفاقی دادم. حتی میتونید بعد اینکه اسموت کردید یه خورده کانتینیوتیشو کمتر بکنید. خب بعد یه سری خطوط هستن اینجا که هیچ نقشی در انحنا ندارن، میتونید تمام اونها رو ختمه به خیر بکنید، یعنی کل اینا بشن 4-5 تا. اونو باز متوجه باشید که میشه. اینم set to face کنین، این سیاهی اینجا میره، فیس ها رو دوباره نرمالاشون رو set میکنین، یعنی سعی کنین reset کنین نرمالاشون رو. اینم از این. بعد آره میخواییم همین کار رو بکنیم، اما کل اینا رو همینجوری دابل کلیک کنید روشون تا اونجایی که تو انحنا تاثیر نداره. یه دونه رو تا اینجا اوکی. اول دلیتش میکنیم ببینیم چجوری میشه. به 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 خیلی سبکتر شد. بعد رو کل اینها یه دونه سپلیت میزنیم که فیساشون خیلی بزرگ نشه. حله؟ بله. کلی کم کردیم ازشون. چون چیزی. بعد اینجا یه خورده زیاد از حد داره. اینم صاف ساختم برای اینکه بتونم راحت ادیت کنم. وگه نمیشد از اول کچ ساخت. تو حالا فوری نمیشه. نمیشه راحت اکسترود هم کرد. خب جا. این یا این؟ این؟ نه خب این سه نزدیم، شما اینو سه بزنید بعد بیاید یه خود سنگیش، به خاطر این تقسیمات اینجا شه خود سنگیش. این هم سه بزنیم اینو توی این نمان بیاید کاملا در یه راسته. منظورش این دوتا خطه بود اینجوری شده. کدوم ها؟ اینا؟ آه این به خاطر اینکه این یه دونه رو من اینا هم میتونیم اینجوری ختمش کنیم. اینا به پره اینجا نه، میتونیم از اینجا بپریم به اینجا، بعد بیایم اینجا، بعد بیایم اینجا. اینجا کجا رفت؟ چه اتفاقی میفته؟ اوکی. بنفش میشه. داره فیس ها رو بهت نشون میده. این هم میزنیم به این. خیلی خوب. این هم یه جورایی حلش کردیم وضعیتش. حالا مثلا من فقط برای اینکه شک و گمان شما رو برطرف کنم این کاری کردم، مگه نه نیازی نداره، یعنی میتونی اصلا نباشه. حتی حتی میشه اینم به این وصل کرد، اینو دلیتش کنیم. این یه دونه اضافه بعد
این پایین خرابه که اصلا حواسم این پایین نبود. این دوتا رو به هم دیگه مرج میکنید، این دوتا رو هم به هم دیگه مرج میکنید، بعد این فیس های پایین هم این حل نشده قضیه، هنوز همچنان مشکل داره. اینو 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 اینم دلیت میکنید، بعدش فیل هول میکنید، بعد حالا میایید اینجا، چون این هنوز وصل نشده، این دو تا هنوز به هم وصل نشدن، میایم یه سپلیت اینجوری میزنیم، بعد میایم اینو به این وصل میکنیم، خیال خودمون راحت میکنیم، خیال شما رو هم راحت میکنیم. اینم برای اینکه مشکل ایجاد نشه، این یه لحظه ببره بشیم بر این ورتکس اضافیش هم پاک میکنم، بعد میام یه سپلیت میزنم از این دقیقا به اینجا، بعد این ورتکسی که جابجاش کردیم سنپش میکنیم بهش، بعد مرجشون میکنیم، بعد خیالمون راحت میشه. استاد بعد همین آدم برای اینکه این سیمش در بیاد یک سوت میزنید کوچیک، این محکم کاریش که در نره. بعد میاید یک سوت دیگه میزنید، الان ده کابلش ترم به موازات خودشه، این اینجوریه تقریبا. حتی خود اینم ما هنوز درستش نکردیم، چون بذارید بیام سراغ خود این. کل این ورتکسش انتخاب میکنم یه مرحله جلو، بعد اوکی حله، بعد میام یه لاتیس بهش میزنیم، لاتیس، بعد میایم این پنج تایی هم برمیداریم لاتیس پوینت. از لحاظ ارتفاع فرق نمی کنه، از لحاظ عرض فرق می کنه، منش اینا اسکیلش می کنیم، خیلی هم نیست، اوکی. بعد جاشون هم تر جمع کافیه؟ بعد اینو بچرخونمش بیری اگه خودم کجش کنی بیاد این بر همین رو انتخاب کنید، یه بند بزنید، بند رو بچرخونیدش، اینقدر این هم میاییدش صافش میکنید، دو تا 90 درجه، بعد یه سمتشو اینو نمیخواییم جا به جاش میکنیم بیاد اینجا، این یکی رو اکسلودشو نه زیاد شد، های بوندشو زیاد میکنیم، بعد یه خورده کج بشه میکنم کافیه ریتیست داریم. بعد آخرین مرحله میمونه اینم، برای اینکه خیلی سیم پر دیتیلی نداشته باشید پایین هم همچنین همه رو باید دیلیت هیستوری. فقط به اینکه سیمتونم از همین الان محکم کاریش مشخص باشه، اینو اینو این تقریبا اینجا محکم کاری این لبه، بعد این دو تا لبه هم همچنین، اینم محکم کاریه این دوتا اوکی خوبه، میمونه اینو تا اینجا
بعد ابزار موقع انتخاب کنید F، این هم اینقدر جا به جاش میکنیم. خوبه، این هم همچنین که رو همون ساعت باشه. حل میمونه حالا مالتی با محکم کاریش هم هست، یعنی بقیه هم که هست کردیم. این هم اکسترود میکنید، میتونید یک کر بذارید، اکسترود بای کر بذارید، این کار رو بکنیم با که تا اینجا این همه زحمت کشیدیم. create epicure، میایین دم در اینجا تقریبا از این شرجره ای که سیمش کتاقه بسید مخواهم این هم میبری این هم این سمتی خوبه علم بعد پشت میمیش دقیقا وسط حله کاری که در نهایم نه اکسرود نزدن آندو کردم اکسرود دوباره دلیت کنم. آره یه دونه است، این هم انتخاب میکنیم، اکسترود میکنیم، این هم چیز دیویژن 50 تا بیشتر 85 تا این هم سیمش حتی خود ارتفاعش کمتره مهم نیست، این هم که سیو تایش هم میتونی خودت کار کنی. اینم موبایل رو بشه.